دوستان عزیزم سلام به صفحه قلمدان خیلی خوش اومدین امیر با قسمت دوم نقد و بررسی قلم زیبای کانکلین مدل دورافلکس لیمیتد ادیشن نوک استیل فلکس روش نوشته نشده که فاین میدیوم اچ به نظر من که در بداهه کارتون تو موقعی که نو بود تقریبا یک میدیوم فاین بود تقریبا حالا براتون بیشتر توضیح میدم روی قسمت اول براتون حسابی راجع به خود قلم صحبت کردم بهتون گفتم که از لحاظ در واقع خود قلم قلم دوست داشتنی یه قلم قشنگی و اندازه شیک که متریال خوب داره اما مهمترین اشکال این قلم سرقلمش بود و توی سرقلمش مهمترین اشکالش به اعتقاد من زغالش بود که بهتون گفتم من این زغال رو که این زغال اصلی خود در واقع قلم بود و موفق نمیشد که نیازهای این سرقلم فلکس رو برآورده بکنه به خاطر اینکه برای شما بر شما <applause> به شما توضیح دادم که این سرقلم فلکس زمانی که در واقع به چنگال ها دقت بکنید، مثل من با کنم آره خوبه خب به این چنگال ها دقت بکنین نه من الان بدون فشار می بدون فشار خط میکشم. خب یک جریان در واقع خیلی معمولی رو باید این زغال ما بتونه تعمین بکنه درسته زمانی که من یک کمی فشار بیارم به این چنگال ها میبینید که قطر نوشتار ما افزایش پیدا کنه چون این چنگال ها میشن و طبیعتا جوهر بیشتری هم باید روی کاغذ بیاد درست شد هر چه من این فشار رو بیشتر کنم و هر چه فاصله بین این چنگال ها در واقع افسایش پیدا بکنه و قطر نوشتار ما افسایش پیدا بکنه نیاز جوهر جوهر رسانی هم افسایش پیدا میکنه و بلا فاصله که این چنگال ها بسته میشن یعنی اینجا این نیاز از بین میره میبینی؟ درست شد خب این مسئله مطرح کننده این هست که خیلی مهمه که زغال این قلم هایی که نوک فلکس دارن بتونه به خوبی در واقع سرقلم شما رو تأمین بکنه ولی البته جوهر شما هم باید جوهری باشه که بتونه حسابی با شما و با قلمتون را بیاد ارزم به خدمت شما که تست فلکس دیگه براتون میگیرم نگاه کنید این بدون فشار هست یه ذره فشار رو بیشتر میکنیم خیلی زیباست نه ببین به تفاوت قطر نوشتار دقت بکنید و این قلم فلکس خب زیباییش به اینه خب توی قلم های فلکس ما باید چند تا نکته دیگه هم توجه بکنیم حالا چون وقت داریم من یه خوری بیشتر براتون صحبت میکنم نگاه کنید این افزایش قطر نوشتار و کاهش قطر نوشتار در یک قلم در یک سرقلم فلکسی که سرقلم خوبی باشه عرض به خدمت شما که باید یک افزایش و کاهش یک نواختی باشه یعنی ناگهانی نباشه الان این یک نواخت بودن رو ما کمابیش توی این سرقلممون میبینیم سرقلم در واقع این سرقلم دورافلکس ما مال جوه آلمانه ها اینم هم بهتون گفته باشم تو پرانتز مال جوه چه جوو میدونید کار خودش رو بلد انجام بده فقط متاسفانه نمیدونم چرا اون زغال بی خود رو روش گذاشته بود که واقعا اصلا نمیتونست که این نیاز این قلم ما رو برآورده بکنه و همیشه توی این در واقع جاهایی که افزایش ما میخواستیم کم می آورد و خالی میرفت قلم در واقع اسکیپ میکرد اصلاحا خلاصه نگاه کنید به این انتهاها و ابتداهای این افزایش قطر نوشتار را میبینید که این در واقع کاهش, و... کاهش و قطر خیلی یک نواخته میبینید این یک نواخت بودنه خیلی خوبه و خیلی زیباست و باعث این میشه که در واقع موقع نوشتن شما البته من واقعا خیلی کالیگرافی بلد نیستم بچه هایی که کالیگرافی بلدن و میتونن از فلکس بودن سرقلم خیلی خوب استفاده بکنن میتونن خیلی لذت ببرن از این سرقلم البته سرقلم نیستش که مناسب کالیگرافی به معنای مثلا کپر پلیتی که بچه ها استفاده میکنن و حرفه ای استفاده میکنن اصلا در اون حد و اندازه ها نیست صرفا این که به نوشتار شما شخصیت خاصی میده این رو در نظر بگیرید و ضمن اینکه من توی های دیگه براتون گفتم که سرقلم های فلکس رو من خیلی مناسب فارسی نویسی نمیدونم البته که این سرقلم رو من بعد از اینکه تنظیمش کردم و, و اینو کردم برای فارسی نوشتم خیلی جذاب شده بزن بنویسم نمونه یه. نوشتار سرقلم زیبای کانکلین دو رفلکس خب الان خیلی زیبا خیلی نرم و روون می نویسه راستی جوهرمون هم که دارم استفاده می کنم جوهر ایروشیزوکو رنگ کنپکی هست اگه نذاشتم تا الان ویدیوشو براتون آماده کردم ویدیوشو براتون میذارم و عرضم به خدمت شما که آره راجع به سرقلم های فلکس حرف زیاده خلاصه حواستون به این مسئله باشه که فلکس بودن سرقلم به معنی خیلی نرم بودنش نیست اتفاقا سرقلم های فلکس الان خصوص اوناییشون که خیلی خوب پولیش نشده باشن میتونن خیلی راحت کاغذ و خراش بدن چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که شما فشار میاری و قطر نوشتار دفزایش پیدا میکنه درست شد چنگال که از همدیگه باز میشن من این رو اینجا براتون میکشم این چنگال که از همدیگه باز میشن در واقع اگر ما قلم رو این شکلی نگاش بکنیم و این شکلی نگاه بکنیم درست چجوری بکشم این نه اینجا هم که ستون جوهر ماست در واقع چنگال ها رو که اینطوری نگاه بکنیم وقتی چنگال ها از همدیگه باز میشن این قسمت های داخلی چنگال ها اینجا ها خیلی بیشتر با کاغذ تماس پیدا میکنه بیشتر معمولا زل های خارجی چنگال ها یعنی این قسمت هایی که ما از اینجا میبینیم خیلی خوب پلیش هستن و این قسمت ها خیلی روی کاغذ استکاک پیدا نمی کنن. ولی زمانی که این دو تا چنگال از همدیگه باز میشن این قسمت های داخل که معمولا خیلی خوب هم پولیش نمی خیلی زیاد با کاغذ تماس پیدا می کنن و میتونن باعث در واقع خراش شدن کاغذ بشن اینی که سرقلم فلکس خوبی که اولا جوهر توی حالت فلکس جوهر کم قبل از هر چیز یعنی بتونه بتونه همین در واقع لاین وریشن یا تفاوت قطر نوشتار رو خیلی یک و عالی بدون اندکی قطع وصلی به شما بده این مسئله اول خیلی جریان روان و خیس خودش رو حتی بعد از اینکه خیلی زیاد به شما لاین وریشن داد و عملا دیگه اون میزان جوهر زیادی که داخل فیت بود تخلیه شد خیلی سریع جایگزین بشه و این فیت بتونه دوباره اون مقدار جوهر رو در اختیار شما بذاره این نکته دوم و اینکه در واقع روی کاغذ استکاک کم و بازخورد کمی داشته باشه به واسطه پولیش مناسبی داره نکته سوم این هستش یه سرقلمی با این سه تا نکته حداقل که فلکس خوبی باشه به راحتی گیر نمیاد و آسون نیست حالا خوشبختانه این در واقع تبلیغ دارم برای خودم میکنم. این کاری که من روی این سرقلم تو موفق شدم انجام بدم خیلی خیلی کار خوبی در اومد و من فکر می کنم که الان قلم کار رو عالی انجام میده بریم سراغ در واقع این کاغذ اصلی خودمون سری جمعش کنیم نرمی و کم بازخورد بودن سرقلم قلم قضاوتمون همیشه رو حالت نو بودن قلم های دیگه الان کار نداریم برمیگردیم قلم نو رو قضاوت میکنیم بعد بازخورد معمولی داشت سر قلم اون موقعی که من گرفتم و این اشکالاتی که براتون نام بردم رو داشت اما بازخوردش بازخورد معمولی بود حساس به جوهر بود و با هر جوهری خوب کار نمی کرد چون اشکالاتی داشت سرقلمش حالا اشکالات شما بدن براتون بیشتر تو توضیح میدم الان وقتمون کمه انتا فضیلی سرقلم واقعا از یک سرقلم لاستیک به نظر من یه خورده بیشتر به سمت واقعا یک فلکس واقعیه دقت سرقلم دقت جالبی چندان نبود یه مقداری از حالت عادی به سمت شلخته بود الان نه ولی اون موقعی که نبود سبکی در نوشتار تعطیل بود و ارزم به خدمت شما جریان جوهرش یک جریان متوسط بود من هیچ سل مجموع نمره قبولی نمی گرفت به نظر من به هیچ وجه نمره قبولی چیز ما نمی گرفت در حالتی که نو بود سرقلم و این یه اشکال مهم توی قلم های کانکلین هست و قلم های کانکلین به این اشکال علال خصوص اونایی که جون که نوک فلکس دارن معروف هست تجربه نوشتار سر قلم رو بیشتر از 15 از 20 در حالت نمونه میتونستیم بهش کیفیت و جنس بدنه واقعا خیلی عالیه قیمت قلم رو یادم رفتون بگم قیمت جهانی این قلم تقریبا خلوهش 90 یورو هست که به ظاهر قیمت مناسبیه برای یه قلمی که لیمیتد ادیشنه، تمام از جنس رزین کیفیت بسیار خوبی داره غیره و غیره قیمت بسیار خوبی اشکال این قلم سرقلمش بود که خیلی جدی بود اشکالات ولی خب حالا من موفق شدم خوشبختانه با چیزایی که براتون توضیح دادم این اشکال رو برطرف کنم طراحی و توجه به جزئیات به نظر من واقعا یک نو از دهی میگیره و اشکال جدی واقعیت اشکال خیلی بدی نداشت و راستی نکته آخری که یادم بفتیتون میگم اینه که عملا این قلم دربش پرشتش شفت نمیشه یعنی میشه خیلی محکم میشه خیلی دراز بی خود میشه نسبت کلی کیفیت به قیمتم یک 7 از 10 ه برم جمع بزنم بیام خب میشه نمره کلمون شد ۴ل ممیز نیم معدل نهایهیشهم تقریبا میشه 8 از 10 اره یه خوردهی بیشتر به نظرم نمره مناسبیه براش چون درسته که قیمت قیمت خیلی بالایی نیست درسته که کیفیت بدن عالی شکل و شمایل زیبا اما سرقلم سرقلم که بسیار اشکال داشت من با خبر هستم که خیلی از این قلم ها سرقلم هاشون اشکال جدی داره حالا من خوشبختانه با اندک تجربه که داشتم موفق شدم اشکال این رو برطرف بکنم و الان جزو یکی از شیرین ترین قلم های در واقع سرقلم های فلکس مجموعه من اغلب اوقات من این استفادهش میکنم بسیار عالی امیدوارم که خوشتون اومده باشه برید کانال یوتیوب قلمدان رو سابسکرایب بکنید ویدیوها رو سیو بکنید توی صفحه اینستاگرام قلمدان به دوستانتون معرفی بکنید لذت نوشتن با یک قلم زیبا و یک جوهر خوشرنگ رو به خودتون عزیزانتون هدیه کنید مراقب خودتون و دوروبریاتون هم باشین تا ویدیوی بعدی خدا بزنگید